بالاخره چیکار کنم؟ عرض کردم که بریم دنبال اون ماشین. اون آقا که تو اون ماشین سواره باباته؟ گفتم که با مامانم همش دعواشون میشه. مامانم میگه خب حتما یه زن دیگه گرفته که اینطوری رفتار میکنه. واسه خاطر همینم امروز من و دوستم داریم تعقیبش میکنیم ببینیم ماجرا چیه. لابد مادرت هم بی تقصیر نیست. ایرادگیره. بیچاره بابات. وا. چه حرف آقا. مامانم یه پارچه جواهره. بری دنبالش گمش نکنی. بگیر. چی کارش کنم؟ تو میدونی خواهرت کجاست. تماس بگیر، باش قرار بذار. به جون خودم نمیدونم کجاست. باور کن. فراموش کرده بودم که تو هم مثل خواهرتی. پس نمیخوای حرف بزنی ها؟ ببین، اگه من میدونستم خواهرم کجاست، بهت میگفتم. به خدا بهت میگفتم. اما نمیدونم کجاست. خیلی خواه. باشه، اما وقتی خواهرت بفهمه که تو کجایی حتما نظرش عوض میشه. آقا نجه، نوب کردتم، کجا بدم؟ یه جایی برو که به آقا رضامون خوش بگذره. اصلا بچه ها همینطورن، مخصوصا دختر طرف مادرشو میگیره. این دخترای من. بابا کیه؟ بابا چیکار کنه؟ چرا زودتر را بیفتین دیگه، گمشون میکنیم. همینجاشم زیادی اومدم. اگه میدونستم چه بلایی سر اون مرد بدبخت میخواد بیاد سوارتون نمیکرد. ای بابا، آخه به شما چه؟ بابای منه، کسی به شما کار نداره که. ماشین منه، از این جلوتر نمیرم. تو رو خدا آقا، گمشون کردیم. مرد بدبخت از صبح تا شب سگدو میزنه. خدا به فریاد بابای بیچارت برسه که مثل یه دزد قاچاقچی داری تعقیبش میکنه. رد کن بیا 3000 تومان. بیا دیگه. دود شدن رفتن هوا. یکم دیگه هم بگردیم. بیا بیا تا این کوچه رو هم ببینیم. زهرا، کار ما نیست، بیا بریم به پلیس خبر بدیم. وقت نداریم، میترسم تا بریم پلیس رو خبر کنیم یه وقت یه بلایی سرش بیارن. اصلا شاید از اینجا ببرنش. اینطوری که نمیشه. ما نمیتونیم یه کاری بکنیم. ببین، تو برو پلیس رو خبر کن، من همین جاها میگردم. من؟ یعنی تو رو تنها بذارم؟ نه بابا، با هم باشیم بهتره. بار اول تو زندگیم آرزو میکنم کاشون داداش بزن بهادر و بعد اونوقم اینجا بود. آره، ولی اگر اینجا بود اول یه بلایی سر تو میورد بعد میرفت سراغ اونا. هر بلایی سرم میورد بهتر از اون فکری که الان تو سر توه. حالا میخوای چیکار کنی؟ بلو بلو ببینم من رو میگه که بلو بلو تو بلو آقا من رو چطور خوبی؟ آقا من کاری نکردم، من چی نکردم؟ بیا بلو بابا چرا اینجوری؟ ببینم بیا قلعه تواجو بابا برم که آقا
من چیکار کردم؟ بچه کنترل خودم بذار بیام بیرون. بعضی حواست رو جمع کن، اینجا آخر خطه. حواست باشه سالم از اینجا بری بیرون. بچه دارم خفه میشم بابا. خانا به حرکت داشتی؟ تا کی باید اینجا بمونی؟ تا وقتی که از اوضاع بیرون مطمئن بشم. ناصر و بهرام ممکنه که لومون بدن. ای بابا، تو که مطمئن بودی نو کردتم؟ گفتی ناصر پاش گیره، چیزی نمیده، بهرام هم کارشو بلده، اینجوری؟ احتیاط شرط عقل پسر جان. وقتی که پسره میره باباشو لو میده، دیگه تکلیف ما مشخصه. باید بچه چیکار میخوای بکنی؟ باید دید خواهرش چیکار میکنه. به ناصر حسوده میشه. اصلا لایق این خانواده نیست. خیلی هم دیگه رو دوست دارن. آیه خدا کنه دختره سر عقل بیاد، بیاد این مواد رو بده، بچه رو برداره بره به کارش. آره بیا. ای جونم دست در نکنی که به فکر ما هم هستی. آی به دل صابو نزن، مال تو نیست، مال اون پسره هست. شوخی میکنی آقا، حرف اینجا نیست هر اون بچه بشه. خریت نکنی، نه اینکه بهش بدی، نه میخوام با این بترسونش، فقط همین. خوب حواست باشه. نه 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 رضا حتما تو خونه است. آره ولی یکی هم موازه بشه تا برنگشته، بعد یه کاری بکنیم. بیا بریم تو. زهرا هیچ معلوم از چی داری میگی؟ چی کار میخوای بکنی؟ مریم رضا اونجاست، میفهمی؟ خب اگه از یه نفر بیشتر بودن چی؟ اگه اسلحه داشتن چی کار میکنی؟ نمیدونم نمیدونم، فقط بعد بریم تو. زهرا یه دقیقه صبر کن. یه خبرته؟ اومدم بود اقا ببینم. بیانیو آدم وقتی هول میکنه یا میترسه دهنش این کبریت خوش میشه. تو من یاد پسرم میندازی. حالا خوبه من تو رو یاد پسرت میندازم. این بلاها رو سرم آوردی. هفته پیش عروسیش بود ولی من دعوت نداشتم، دیگه تحویلم نمیگیرم. ولی من این چند سالی که از خونه انداختنم بیرون، هزار بار یواشکی از روز اومدم تو کوچه دیدش داره. اینطور بزرگ شدنشو دیدم، عروسی کردنش هم همینطور. حقم داشتم بیرونم کنم. آخه من نه برای زنم نه برای پسرم هیچ غلطی نکردم. تفرک زنم زندگی رو چرخون، اونم با بدبختی و کلفتی این و توف قیلتم بیان. هرچی میکشم از دست این آشقاله، این آشقال. سیگاه میکشی؟ نکشی بهتره. به یکیشون که رو بدی یا تیر و تایفش از را میرسن. باری کردن باری کردن نشی جا زنباده محکمی داده داری که
یکمی که کتاب کم بیاری با جونا همچین قبلش میشه که نمیفهمی جوجه خوردی. نپرد چیه بگو چی کار میکنی. من و بابا تو همین تو شایدیم تو دو آخه چرا من؟ چرا تو؟ چرا تو؟ با اینکه آقناده خواسته نو کردم وقتی آقناده دستور میدن دیگه کاریش نمیشه کرد. دستور دادن هر طور شده مهمونت کنی. تو که نمیخوای این بلا رو سر من بیاری. مگه نگفتی من مثل پسرتم؟ یه با شد دایی. یه شد چه راحت و آسون چه؟ حالا میگم اونم اینه که تو جای مواد و ساکو به من میگی. خب من چیکار میکنم؟ منم تو رو از شر این بسته نجاتت میدم. جهنم زده خودم میکشم. میخوای این مواد چیکار؟ میخوای تحویل نادر بدی؟ آق نادر که یو چنده نو کردیتم. اگه من دستم به اون ساکو مواد برسه تازه با آق نادر گده گده بی حساب میشم. خیال میکنی میخوام دوزی کنم نو کردیتم؟ یا دستمزد یه عمر سجده زدن از نادر گده گده رو میخوام بگیرم. اینجوری من به حقم میرسم، شما هم چی؟ خلاص میشی. نادرم دست از شما برمیداره واسه سر داشمنو جایزه میداره. حالا دیدی به نفع جفتمونه به ضرر آق نادر؟ من نمیدونم جای اون مواد کجاست، فقط خواهرم میدونه. زهرا باور کن. به جهنم؟ نامردی دیگه، نامرد، نامردی دیگه. شکنیم که تمام این بدتر توی حفظ که بهتر رفیقمی قیافتم شبیه بچه خودمی. خودشو ببینم. خودشو خوبه. این کجایی؟
همون وقت که بهرام اومد تو مسافرخونه دنبالمون فهمیدم که گیر افتادی، فهمیدم حسابی اذیتت کرده که جامونو لو دادی. من طرفشون نبودم، اگه من طرفشون بودم حتی اگه میزدن منو میکشتن بازم لب باز نمیکردم. نامرداشم بابا رو میزدن لو لبردش میکردن. ببینم بابا الان کجاست؟ نترس، جاش امنه. مریم از همه چی خبر داره، بگو ببینم بابا کجاست. زندون. زندان؟ آره من لوش دارم. تو رضا اصلا شوخی خوبی نمی کنی ها؟ جدی دارم میگم، نادر به خون بابا تشنه است، دیگه همهش اعتماد نداره. فکر میکنه همه این ماجرا نقشه باباست. که من جنسا رو بالا کشیدم. آره اونا یک چونه برای هم. حرف درست حسابی عالیشون نمیشه، تو کتشون نمیره که بابا حریف تو نشده و ازت باخبر نیست. بابا هم خوب تا این قضایی رو میدونه، میدونه بعد تحویل جنسا چه معامله ای میخواد بکنه. لعنت به همشون، تو برای چی این کارو کردی رضا؟ چطور دلت اومد اونو لو بدی؟ کمک کرد تا دستامو باز کنه، میتونست بیاد اما نایمد. نخواست که نادر عصبانی میشه و بیاد تلافیش سر تو در بیاره. بهش اصرار کردم اما نایمد. خب منم دیدم که اگه پلیس به جرم اعتیاد بابا رو بگیره خیلی بهتر از اینه که گیر نادر بیفته بابا، یا تو حمله مواد دستگیر بشه. مگه نه؟ غیر از این دیگه راهی وجود نداشت. الان هم جاش امنه، هم بعد یه مدت دیگه آزاد میشه. دیگه نمیدونم بعد چی کار کنیم. اگر نادر رو لو بدیم پای بابام گیره. نه بله، فکر کردی نادر خیلی محترمانه میاد میگه که همه این جنسا مال منه؟ نه خیر، همه کارا رو سر بابا خراب میکنه. تازه معلوم نیست ما که سر از کارشون در آوردیم میخوام با ما چی کار بکنن. دیگه نمیذارم جون هیچ کدومتون به خطر بیفته. همین کار رو میکنیم که قبلا گفتم، ما باید فرار کنیم. آره بابا هم همینو میگفت، گفت یه مدت از دست نادر دور باشیم بعد اون ساکو تحویل بدیم. برای بعدش بعدن تصمیم میگیریم. تو رو خدا مگه نمیخوایم بریم؟ چه؟ نادر ندیدی؟ آقا نادر نمیدونم کجا رفته. آقا منو شما داری کجا میری؟ من هزار تا کار دارم، برم کار افتخون بگی ببینم. همون که گفتم
شما دیدی؟ ندیدی؟ منوش دیدی؟ دیدم. ندیدی؟ باز کن بیا ببینم. باز سر کاره. خاکتون سرت منوش. باز دل مهربونت کار دستت داد. حالا جواب نادر چی میخوای بگی؟ اونم این روزا که احوالش مگفیه هر جور شده باید پیداشون کنم. به من میگم منوش پمپی. دل روشن شدی که لگم دمت کرد. مواظب باش. نگران نباش بابا، تا اینجا که خدا همراهمون بوده. از این اولم کارشو ردیف کنم و میره دیگه. چته؟ شیرین جاش امن امنه، الان هم میاد پیشمون. دیگه چی؟ نگران شیرین نیستم که نگران مریمم. مریم؟ سلام دلش میخواد. سلام و درد. گفتم کجا تشریف داشتید؟ تو لار شدی؟ حرف بزن. راستی راستی عجب داشت مهربونی داره. کجا کجا؟ مگه نهیدی مریم چی گفت؟ گفت تا نایمده ما اصلا کاری نکنیم. آزه فهمیدم چرا موسا تصدقت بشه در رو باکن بزه بیاد. واه نمی کنم باکنم بره بینو هر بیابونی خواست در بیاره. اون وقت ما نتونیم سرمون تو محل با اون برن کنیم. چی بزرم تو جوهر دادونم برسه دیگه دهنه بسه. دیگه حتی شده هنه در نبورو میگی. واه نمی کنم به ساکت خفرش را میام میکشم تا تو دست خوهره میگم خفرش را میام میکشم تا زهرا کجاست؟ من میبرم ات پلو خواهرت زهرا. یا خدا به دادمون برس. چی شد؟ اونجا رو نگاه کن چجوری پیدامون کرده. بیا کنم نباید بارو بیا اینجا. هرکم آدرس اینا کجاست؟ کجا منتظر بچم؟ به من بگو من ببرم تر. یعنی چی؟ چی گفته؟ بچه این صدای البده های تو داره قبض روح میشه. موسا بسته دیگه. میگم خفشو. مریم آدرس اینا که منتظرن به من بگو من بچه رو ببرم تحویل. خیلی خوب بابا خیلی خوب به یه شرط میبری تحویلشون میدی میگی این طرف ها آفتابی نشن ببینمشون طرفشون منم ها. خیلی خوب. واقعا کتا سینه موقعتای شما جونم به لب برسید. مادرم پشو بریم پلو خواهرت زهرا. پشو برو مادر برو قربونت برم. گریه نکن دیگه گریه نکن فدات بشم. معلوم است بچه من پیش شما چیکار میکنه. شما کی هستی؟ راحت داره خانم بچه مردم همینجوری پیش خودتون نگه میدارید. بیا بریم بابا. وایسا منم مرد چی؟ موسا شیری ای نامرد کجا داره؟ آس، بازو، سب کنیم شیری کجا داره؟ مگه نگم تا این برسه من باشیم سب کنیم خدا رو شکنیم بریم، فقط بریم سوتر بریم. مریم، مریم چی شد؟ مریم خوبه مریم جا پیدرشیم 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 گرفتم سب کن گرفتم بازم مرد کیمان فنگی
چرا موزایی مردم میشه؟ حرف زن جونم هنوز چا کن بزن من اول حرفم رو بزنم نون کرده تم بنا حتی هر کاری دوست داشتی بکن چرا من چرا موزایی من خواهر و مادر من میشی؟ چرا اینجا کشیک میدی؟ من غلط بکنم من چه به این حرفا من خودم دارم قضیه یه چیز دیگه است نون کرده تم قضیه چیه؟ بنا بابا ما دنبال این دختره زهرا هستیم به خال مادر شما کاری نداریم من اون چه دفکاری کنیم که چی بشه؟ چرا مزاحم دختر مردم میشی؟ ای بابا باز گرفتی سر خونه وسط که ما حرف بزن بنار بابا این دختره پدر من و صاحبار من رو در آورده قضیه یه پول گنده است تونه تو سبکو میره گفتی قضیه چیه؟ پول گنده؟ کجاست ما بیخبریم؟ تو باورت نمیشه یقر بل کن بابا ول کن دیگه بنال حرف زن ارباب من از اون دست به جیباست که واسه آدمش از هیچی مضایقه نمی کنه خب ما دنبال این دختره بودیم که تو فراریش شدی حالا عیبی نداره اگه به حرفان گوش بدی سر تو هم بیکنن نمیمونه ها یعنی چی؟ بفهم اینم بلیط دست درد نکنه نمیخوام سر به سرت بذارم اما فکر بی پولی و آوارگی و گرفتاری بابا یه طرف فکر رفتن خونه عمه مهری و روبرو شدن با پسر عمه امیرم عمه همیشه به ما محبت داشته داشت یاد نیست قبل از فوت مامان چند دفعه با دست گل و شیرینی اومد اما دست خالی تشریفشو برد چه ربطی داره؟ رب نداره جوابشون که کردیم بی پول آواره داریم میریم خونهشون تازه داماد سرش درد میکنه واسه اینکه بفهمیم برای چی داریم میریم خونهشون خیلی لوسی رضا اون قضیه دیگه تموم شده آقا امیر آدم خیلی منطقیه و پلیس سازش ناپذیری هم هست اگه بفهمی بابا چیکار کرده تو چیکار کردی من چیکار کردم خدا به دادمون برسه خنده داره عروس یه ساک مواد و دزدیده بوده به هر حال ما باید بریم اونجا رضا میفهمی یعنی چی یعنی همه چیزو میخوای به آقا امیر بگی رضا اینقدر سر به سر من نذار بعد بریم اونجا ببینیم چی پیش میاد تو هم خواهش میکنم یکم آروم باش به چشم اما به خودت هم بگو قیافه‌ت از دلواپسی غوغا میکنه من دل با پس مریمم بی خود پای خودش و خونوادش به این ماجرا باز شد فقط خدا کنه نادر همه کینه‌هاشو سر اونا خالی نکنه این فکر باید قبلا میکردی کاری که نباید میشده شده مسافرین آمول بابول ساری بفهمید سوارش آمول بابول ساری امیدوارم که این قضیه همینجا برای اونا تموم شه بیم بیم آمول بابول ساری کجا رفتی؟ جایی میری در رو میبندی میری همینجا وای میسی جایی نمیری تا من برمیگردم باشه؟ نکردم هرچی شما بگی حق داری به جون خودم نامرضی کردن خاله من داده جل و فراری دار هرچی کمتر حرف زنی راحتر میمیری تن لش نکردم غلط کردم آقا نادر دستتون میبوسم که ازنم از مو باریکتره نادر جا تو که منوی پومپیو میشنسی یه دقیقه از عمرش باقی باشه جبران میکنم جون منوی پومپیو شما آروم باش من وقتی آروم میشم که تو رو خفه کرده باشم
گم کردم. درست پسر از دستم در رفت، ولی من یک کسی رو برای تو بردم که هم خواهره هم داداشه رو دو دستی کرد بسته تحویل شما میده. به جون من بمب خالی نمیبندم ها. حالا شما این توفر یه نگاهی بنداز، اگه خوشتون نایمد چشم، من خودم رو خفه میکنم. آه خوبه؟ کجا میبری منو؟ آه یه نو کردتم جا زدی؟ نه تر بیا بردنی. چی تو اون کلته ای من از این سوراخ به اون سوراخ میکشونی ها؟ وای به حالت اگه کلکی تو کارت باشه. اولش تو بیا بهت گفته باشه. اوناش تو دیگه کی هستی یارو؟ شناسنامه بدم خدمتتون؟ نه لازم نیست. از هارت و پورتت معلومه که قلچماق محلی. ای عملی بدبخت، منو کشوندی اینجا بزرگترتو نشونم بدی؟ میخوای تلافی کنی؟ حالا حوصله کن. آروم باش. میخوام بدونم این چیزاری که به این گفتی از پسش بر میای یا نه؟ بستگی داره. به چی؟ به این که چقدر چپت پر باشه. هر کاری یه قیمتی داره. خوشم اومد. اگه اونطور که گفتی دختره رو پیداش کنی و تحویلش بدی، پول خوبی بهت میدم. اون دختره تو چنگ منه، حتما یه طورای خونه ما زنگ میزنه. میدونم که رفیق آبجیته. یواش یواش، از این حرفو نداشتیم ما. حرف دهنتو بفهم. آبجی ما غیر اون دختر است. کاری رو میکنه که من بهش میگم. اگه من ازش بخوام حتما اونو میکشونه پیش خودش، یا یعنی که آدرسشو میگیره. حالا من این وسط میخوام بدونم چقدی گیر من میاد. ازت خوشم اومد. یعنی اصلا نمیخوای بدونی که ما چرا و برای چی دنبالش هستیم ها؟ این عملیه یه چیزایی گفته، ولی من پولمو میخوام. کاری به این کار ندارم. خیلی کل خرستی. حالا خیلی خوب، بهتره سر کیسه رو شل کنی تا ببینم چند مرده حلاجی. به موقعش. اول باز فهمید که تو چند مرده حلاجی. یعنی چی؟ چرا اینقدر میپیچونی قضیه رو؟ حرف آخر تو بزن. یه خبره آدم واسه کتک خوردن که این همه عجله نمی کنه پره بود. حالا حالیت میشه که با دومشی؟ لابد دومشیرم تو هستی دیگه ها؟ تو که به یه فوتی بندی. یه لالمونی گرفتی گردن کلو. یعنی چی دیمونه شدی؟ من کی باهاتون بر افتادم؟ مگه دختره رو نمیخواین شما؟ بفهم اونو کردم. وقتی با اون نادر گل گلاب بخواه نارو بزنی اینه. بلم کنی؟ بلم کنی؟ آمد نار کجا میبری منو؟ بیا 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 منوچ، اگه دلشو نداری نگاه نکن. من اون کردم منتظر یه همچین لحظه بودم. یا چی میدنم آن؟ چه لدت میدنم؟ بلم کن خریف گیره بردی. اینکه کس را شد شما.
پلیس. سلام. سلام. سلام آقا امیر. سلام. سلام عزیزم. این طرفا پس دایی کجاست؟ چاکر آقا پسر همه هم هستیم. بومی شما. خدا نکن. بفهمید تو دم در بده. بفهمید. مادر باز کن مهمون داری. شما خسته نباشید. بفهمید تو. مادر. مهمون داری. یه ببین کی اومده. سلام مادر. سلام عمه جون. وای خدا یعنی خواب ببینم. سلام سلام عزیزم. سلام چطور؟ بیاین تو بیاین تو. وای چقدر خوشحال شدم دیدمتون. بابا چطوره؟ خوبه. سلام رسون. یکم تهران کار داشت گفت چند روز دیگه میام. خب خب بزن زده. نمیدونی چقدر خوشحال شدم. دلم برای تو شده بود یه زده واسه تک تکتون آب بیوه خریدم اون کردتم باید یه داغ من به بلنشو بلنشو پای بون هیچی نشده زبار در و ولم کن بابا چی از جونم میخوای بیا یه خود از این آب میوه بخور حال جا میاد بخور ببینم صرف شد خیلی نامردی با دوز و کلک و خالی بندی به بهونه کار و پول منو کشوندین اینجا اون وقت 200 نفری ریختین رو سرم نخواستیم آخا ولمون کنیم بریم بشین تا یا هرچی بهت گفتم راست گفتم برای کار میخوامت اما اول باید میفهمیدی که کجا اومدی باید بی حساب میشدیم دیگه نه چه حسابی مگه حرص پدرتونو طلب داریم آقا من نه کارتونو میخوام نه پولتونو بذاریم برم پی کارم بشه بیم بابا حال نداری از حالا باید بدونی با کی طرفی اگه پا تو از گلیم درازتر بکنی راحتت میکنم میخوای بدونی چجوری؟ چه بازیه در آوردین؟ چه از جونم میخواین؟ با گرد و خاکی که به پا کرده بودی که نمیشد قصر در بری منوچهر مأمور من بود بچه با وقتی تو کتکش زدی و نزداشی کارشو انجام بده در واقع مقابل من واسدی آقا ما نوکر شما هم هستیم نوکر تو هم هستم غلط کردم بذاریم برم رد کارم دور ما یکی رو خط بکشیم نه دیگه نشد حالا دیگه نمیتونی پاتو پس بکشی وقتی کارتو انجام دادی از اینجا بیرون میری یعنی چی؟ یعنی شما واقعا زهرا رو میخواین؟ ای بابا مگه چی کار کرده؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست اون یه چیزی از من دزدیده تو اونو به من میرسونی؟ بعدش هم یه پول خوبی گیرت میاد